مناسبت این قضیه بنزین فکر کردن که دیگه حالا این فرصت براشون پیدا شده و لشکر خودشون رو وارد میدان کردن. این حرکت به وسیله مردم نابود شد. خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده، برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشونم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سه قوه تصویب شده بود. آیا حرف‌های حسن روحانی قابل باور است و آیا اعتراض‌ها به گفته رهبر ایران نابود شد؟ این سوال ما در 60 دقیقه امشب است. همچنین در برنامه امشب از رأی من کجاست تا بنزین گرونتر شده، فقیرتر شده تا مرگ بر دیکتاتور. خواسته ها و طیف معترضان در 20 سال اخیر چرا و چگونه تغییر کرده؟ آمارهایی که نزد ماست آمارهای شرکت فناوری اطلاعات است که اصلا شما در نظر بگیرید که 100% کارشون کلا کنسل شد. حالا یه آمارهایی هست که اصلا وجود نداره، یعنی اصلا شما به این فکر باید بکنید که اگر ایران پیدا میکرد چی میشد. صنعت و کسب و کار گروگان اینترنت. آیا حکومت ایران میتواند به خسارت‌های اختلال طولانی اینترنت بی‌اعتنا باشد؟ و آیا جملاتی مثل بابا بزرگ به آسمان رفته برای مطرح کردن مفهوم مرگ برای کودکان کار درستی است؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در 24 ساعت گذشته رهبر، رئیس جمهوری و وزیر کشور ایران درباره اعتراضات هفته پیش حرف زدند. آیت الله علی خامنه‌ای گفت اعتراضات یک توطئه عمیق و وسیع و خطرناک بود که نابود شد. حسن روحانی گفت دشمنان از این وضعیت سوء استفاده کردند و افراد دستگیر شده باید با کمک قوه قضاییه و وزارت اطلاعات به مردم توضیح دهند. وزیر کشور هم گفت اعترافات بازداشتی‌ها باید از تلویزیون پخش شود. وزیر کشور همچنین گفته اعتراضات بیشتر در مناطق حاشیه نشین بوده. اعتراضاتی که به گفته عفو بین‌الملل در آن دست کم 143 نفر کشته شدند. خونین ترین سرکوب در چند دهه گذشته. به این موضوعات بیشتر می‌پردازیم، اما اول روایت یکی از معترضان رو بشنوید که به طور اختصاصی به دست بی بی سی فارسی رسیده. پل حصارک 25 آبان 98 پل کلن انگار بسته شده. دم همه گی گرم. پیش به سوی پیروزی. مردم فقط بیان. البته دارم همینجوری حرکت میکنم. احتمالاً اون جلوها یه اتفاقایی افتاده. کلاً اتوبان بسته است. اون طرف اتوبان اصلاً ماشینی وجود نداره. و اینکه ما گیر کردیم. الان خیلی وقت توی اتوبانم من، ولی دم همه این کسایی که اتوبانو بستن گرم. دمشون گرم. ما موردی نداره که اینجا منتظر باشیم. اتوبان تهران کرج از هر طرف ماشین میاد، کلن اون طرف رو مثل این که بستن، چون من دیدم از اون لاین اتوبان ماشینا به اون سمت حرکت میکنن، لاین مخالف. ولی خب این طرف خیلی شلوغه، احتمالاً یه اتفاقای جلو افتاده، اونجا دود میبینیم، آتیشه احتمالاً. پل حصارک کلن بسته بودن و اینکه دم همه مردم گرم. مردم این فرصت رو از دست ندین. این هم یه غروب خیلی خوشگل با امید یه طلوعی بهتر برای مردم ایران. های فست بشه، آخون باید گم بشه. اینجا فاز 4 25 مهر 98 دم همه گیگه. دستم پاره شد در راه انقلاب، دستم پاره کردم. دم همه گیگه. اینجا اتوبان تهران کرج میکنم تا 11-12 25 آبان 98 اینجا پادشاه مهرشهر. همه اومدم بیرون، دم همگی گرد. منم پسر کسی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم خطر گذاشتم، مادر و پدر و شما هم بچه هاتون رو بگیم بیان بیرون. اینجا 25
همکارم مریم افشان که این گزارش رو تهیه کرده در استودیو با ماست. مریم، بیشتر راجع به پویا بختیاری به ما بگو، چه اطلاعات دیگه دربارش داری؟ دیروز ما یه مصاحبه داشتیم با پدر پویا بختیاری که میگفت که پویا متولد سال 71 یعنی 27 سالشه و روز 25 آبان در فاز 4 مهرشهر کرج به ضرب گلوله به سرش کشته شده. آخرین باری که با پدرش حرف زده همون روز ساعت حدود 6 بعد از ظهر بوده. از پدرش پرسیدم که آیا برای گرفتن پیکر پسرش دچار مشکلی بوده یا نه. گفت که از ایل بختیار هستن و حدود 2000 نفر مهمون داشتن، بنابراین خیلی مشکلی نداشتن. البته یه مقداری بعضی از افراد خانواده مثلا تهدید شده بودن که شلوغ نکنن، سر صدایی نکنن، ولی در هر صورت نسبتاً راحت تونستن مراسم تشییع جنازه رو برگزار کنن. و ولی در هر صورت پدرش یک جوری میخواست که همه بدونن که پسرش در واقع بیگناه کشته شده به گفته پدر. از بقیه کشته ها چه اطلاعاتی دارید؟ اطلاع رسانی در مورد بقیه کشته شده ها واقعا سخته. خانواده ها بسیار تحت فشارن و مدام تهدید میشن. من به خانواده های زنگ زدم که تا مثلا فهمیدن که قرار چیزی بگن یا تلفن رو قطع کردن یا حاضر نشدن حرف بزنن. خبر داریم که خیلی از خانواده ها برای گرفتن جنازه عزیزانشون ازشون درخواست پول شده. حتی گفته شده که به بعضی از خانواده ها گفته شده که باید براتون کلاس توجیهی بذاریم، که این کلاس توجیهی انگار تهدیدیه که شما باید یاد بگیرید چرا نباید اطلاع رسانی کنید، چرا نباید با رسانه ها مصاحبه کنید و چرا نباید بگید که کسانی رو که از دست دادین گلوله خوردن. در یک چنین موقعیتی خب خیلی سخته که ما بتونیم اطلاع رسانی بکنیم و بتونیم خانواده های بیشتری رو پیدا کنیم. ما دوست داریم که صدای خانواده هایی باشیم که عزیزانشون رو از دست دادن. تمام راه های تماس ما روی مخاطبان بازه. من فکر کنم شاید راحت ترین راه همون @bbc شما آدرس تلگرام ما باشه که اگر میخوان صحبت کنن و اطلاع رسانی بکنن اطلاعاتشون رو برای ما بفرستن. مریم، راجع به وضعیت زندان ها هم داری تحقیق میکنی؟ گفته میشه که خب شرایط زندانیا خیلی خوب نیست. ما فقط تونستیم اطلاعاتی از زندان فشافویه گیریم که گویا شرایط زندان فشافویه اصولا شرایط خوبی قبل از این اتفاقات و حوادث هم نبوده. الان گفته میشه، منبع خبری که به ما اطلاع رسانی کرده، نزدیک 1500 نفر گویا معترضی که بازداشت شدن به اون زندان منتقل شدن. گفته میشه اینا تحت فشارن، بازجویی ها شدیده، همراه با ضرب و شتم و شکنجه هست و شرایط خوبی ندارن، از امکانات بهداشتی و درمانی و پزشکی به قول معروف برخوردار نیستن. به اضافه اینکه خیلی از این زندانیان مجروح هستن، گلوله خوردن و پزشکان اونجا هم خیلی امکاناتی برای درمان بیماران یا مجروحان ندارن. متشکرم. مریم افشان در استودیو با من. و همونطور که پیشتر اشاره شد، مقام‌های ایران درباره اعتراضات هفته گذشته حرفای بحث برانگیزی زدند. از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری که در یک سخنرانی در تبریز گفته خودش هم از اجرای طرح افزایش بنزین خبر نداشته و جمعه صبح با خبر شده. وزیر کشور هم گفته قرار بوده قیمت بنزین چند ماه پیش بالا برود، اما طرح لو رفت و آن موقع اجرا نشد، چرا که ممکن بود مردم صف بکشند و بنزین ذخیره کنند و این موضوع خطراتی داشت. شبنم شبانی گزارش می‌دهد. یک هفته بعد از فروکش کردن اعتراض‌های خیابانی در ایران، وزیر کشور در شبکه یک سیما درباره این اعتراض‌ها صحبت کرد. من با آقای الاسکری زنگ زدم، گفتم آقای الاسکری 500 نفر می‌خوام بیان طرف صدا سیما بپرسید آقای الاسکری. 500 نفر واقعاً با شرایط بسیار نامعمول و شرایط بسیار خاصی. رحمانی فضلی مشابه موزگیری های پیشین مقام های حکومتی نارامی ها را اغتشاش خوانده و تاکید کرده بخشی از مشکل به دخالت خارجی برمیگردد. ما به حال دشمن داریم. اینم صحبت امروز نیست. 40 سال که دشمنان ما به طرق مختلف از جنگ و تحریم و روش ها و شیوه های مختلف با ما درگیر بودند
و به نحوی خواستن که به هر حال یا کارآمدی نظام رو و یا ساختار نظام رو بشار اشکال کنن. رسانه‌های خارجی شروع کردن به حمله کردن و شروع کردن به تحریک کردن و تایید کردن. لیدرها اینا دستگیر میشه. خب قبلا یک به اصطلاح ملاحظاتی در این زمینه بود. حین اجرا به اطلاعاتی دسترسی شد. رسانه‌های خارجی و عملیات پنهانی که داشتن با تماس‌هایی که با اینا داشتن رصد شد. الان که نفرات اصلی جریان البته خیلی موندن، نفرات اصلی دارن دستگیر میشن، اعترافاتشان حتما باید در تلویزیون بیان، اعترافاتشون واقعا مردم گوش بکنن. از آغاز نارامی ها تا کنون بارها بحث مرتکبان خشونت در ایران مطرح شده، در حالی که باور عمومی بر این است که سرکوبی حکومت این بار خشنتر از پیش موجب خسارت جانی عظیم شده، اما حکومت میگوید که خشونت از میان معترضان برخاسته. مثلا به اصلویه را اینا رفتن اونجا سنگربندی کردن مسلحانه، همین اینا را که میگن سنگربندی کردن مسلحانه و در برخی از موارد با تیربار شلیک میکردن. شرایط در ایران اما هنوز مانند پیش از نارامی ها نیست. در بعضی نقاط نیروهای انتظامی و امنیتی هرچند در ابعاد کوچکتر دیده میشوند و اینترنت به ویژه اینترنت موبایل به شکل کامل در کشور وصل نشده. مهمتر از همه رقم واقعی و نهایی قربانیان روشن نیست. عفو بین‌الملل در تازه ترین برآورد خود گزارش کرده که شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران به دست کم 143 نفر رسیده، رقمی که احتمال تغییرش کم نیست. وضعیت اغلب بازداشتی ها هم هنوز روشن نیست. حسین نقوی حسینی نماینده مجلس شمار بازداشتی ها را حدود 7000 نفر برآورد کرده. حرفای امروز حسن روحانی در تبریز هم به جای جوابگویی سوالهای بیشتری مطرح کرده. خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده. برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم. بهشونم گفته بودم به من نمیخواد بگید. خودتون برید برنامه ریزی کنید. منتها قیمت همه چی تو سران سه قوه تصفیه شده بود. در همین حال رهبر ایران هم یک بار دیگر نارامی های ایران را توطئه خطرناک دشمنان خوانده که به زعم او نابود شده. وسیع بسیار خطرناکی که اون همه هم پول خرج شده بود. چقدر پول خرج کرده بودند، چقدر زحمت کشیده بودند که بتوانند در یک بزنگاهی، در یک فرصتی این حرکت رو انجام بدن، حرکت تخریب و تحریق و آدمکشی و شرارت و اینها. و به مناسبت این قضیه بنزین فکر کردن که دیگه حالا این فرصت براشون پیدا شده و لشکر خودشون رو وارد میدان کردن. این حرکت به وسیله مردم نابود شد. پرونده نارامی های اخیر در ایران احتمالاً اما تا روشن شدن تمام پاماد باز خواهد ماند. اقدامات تازه تر مانند تأکید دولت برای اعتراف های تلویزیونی هم احتمالاً پیچیدگی های این فصل از تاریخ معاصر ایران را بیشتر خواهد کرد. شبنم شعبانی، بی بی سی. محمد صادق جوادی یسار روزنامه‌نگار از مشهد با ماست و همچنین رضا علی جانی فعال ملی مذهبی از پاریس برای بررسی بیشتر این موضوع. جوادی یسار، شنیدید صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو که با لبخند و به شوخی میگفتش که او هم مثل بقیه روز جمعه با خبر شده که طرح افزایش قیمت بنزین اجرا میشه و وقتی هم که ابلاغ کرده بوده اون رو به مسئولان برای اجرا گفته حتی به او اطلاع ندند. واکنش شما چیه به چنین حرفایی؟ من ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و میهمانان محترم و میهمان محترمتون و مردم شریف ایران، اجازه میخوام همینجا از ملت شریف عزیز و بزرگوار ایران به سهم خودم همونقدر که تلاش کردم که آقای روحانی رئیس جمهور بشود معذرت خواهی کنم. خندیدن امروز آقای روحانی به موضوع قتل و کشتار و فجایعی که اتفاق افتاد و آلام و رنج‌های مردم ایران خندیدن به ریش مردم ایرانه. آقای روحانی، من به جای شما از مردم معذرت می‌خوام و از خودم شرمنده‌ام که برای شما زحمت کشیدم شما رئیس جمهور شدید.
وقتی این همه مردم تو این کشور به خاک و خون کشیده شدن، اینا از اروپا نیامدن اینجا، اینا مردم ایرانن، ولو اخفال شده باشن، باید ابراز تأسف میکردیم به خاطر این کشتار، به خاطر این آلام، به خاطر این مصیبت ها. آنچه اتفاق افتاده به شوخی گرفتن مدیریت کشور بود توسط جناب عالی و بسیاری از دوستان مثل شما که واقعا خون مردم براشون ارزشی نداره، ارز و آبرو و حیثیت مردم براشون ارزشی نداره و احساس میکنید که بازیچه است قدرت و دنیا رو لهو و لعب گرفتید و با قدرت سیاسی رو هم به لهو و لعب گرفتید. این شیوه مدیریت کردن و ریل گذاری که شما درش دارید نقش آفرینی میکنید، این ریل گذاری تهش همینه که شما دارید سناریو میچینید. و من پریشبم عرض کردم پاشنه آشیل دولت شما از روز اول وزارت کشورتون بود و شیوه اطلاع رسانیتون. الان هم عرض میکنم این متد و روش مواجهه با معضلات کشور و خندیدن به آلام مردم به نظر من شما را حداقل به قهقرا خواهد برد، اگر که نتیجه دیگری نداشته باشه، شما حیثیتی دیگه در پیش مردم نخواهید داشت. اما عرض بکنم که این نوع مواجهه با مردم و اونا را ندیده گرفتن، بالاخره اگر در 100 تا شهر کشور مردم به خیابان آمدن، ممکنه مدیریت از رسانه‌های خارجی تشویق شده باشن، اصلا ممکنه جریان‌های سیاسی کشور خارج از کشور سوار موج شده باشن، ولی بستر این موج رو کی فراهم کرده بود؟ خودتون دارید میگید که 3 ماه قبل می‌خواسته بشه، وزیر کشورتون داره میگه 3 ماه قبل می‌خواسته بنزین گران بشه و لو رفته و از ترس پاره‌ای از اتفاقات ما فعلا گذاشتیم کنار. این که شما بفرمایید بنده هم خبر نداشتم، این حسن کار نیست، این قبح کاره که شما برای تصمیم به این سترگی و با این عظمت بگید من خبر ندارم که کی میخواد اعلام بشه. و بعد نفر دوم دولت شما بعد از خودتون اعلام بکنه که مثلا دیدید که ما مثلا اعلام کردیم بنزین گران شد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد، که بعدا بهش بگن آقا بلند شو برو تو شهر نگاه کن چه خبره. ببینید این شیوه مدیریت و ریلگذاری تهش میرسد به همین اعترافاتی که آقایون دارن تدارک میبینن که حتما باید عده‌ای بیان اعتراف کنن که مزدور خارجی بودن. آقای علی جانی، شنیدید صحبت‌های آقای جوادی حصار رو، و در روزهای گذشته انتقادهای زیادی متوجه دولت آقای روحانی بود، از جمله راهپیمایی‌هایی که در حمایت از حاکمیت انجام شد. فکر می‌کنید که چقدر میشه مقصر رو دولت شخص آقای روحانی دونست؟ چقدر مسئولیت با دیگر نهادهای حکومت در ایران بوده؟ با سلام خدمت شما آقای جوادی حصار، و تقدیر از صداقت و شفافیتی که جناب آقای جوادی حصار داشتن و زبان و حال بسیاری میتونه باشه، ولی من مشکل عمده رو، هرچند دولت آقای روحانی هم سهیم هست و حالا دستش در خون ملت هم هست، اما مشکل اصلی در جایی است که قدرت اصلی کشور انباشته شده. خب بسیاری میدونن درست آقای روحانی زیر وعده هاش زده، همدست با جریان حاکم ولایی شده، اما ایشون با شعارهای دیگری از جمله تغییراتی که در سیاست خارجی میخواست حداقل بده روی کار آمد. سیاست آقای روحانی، آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی با از سه برحال با تفاوتهایی که دارن، ولی متفاوت با سیاست آقای خامنه‌ای. حالا آقای خاتمی به یه نحوی با آقای خامنه‌ای توازن برقرار میکرد، آقای هاشمی به نحو دیگه‌ای، و آقای روحانی شاید از همه به لحاظ اخلاقی مردودتر شده. اما مشکل اصلی کشور ما در تمرکز قدرت هست که امثال آقای قدیانی در داخل کشور هم دارن اون رو میگن. آقای خامنه‌ای در همین سخنرانی امروزش که به نوعی داشت بسیجی ها رو هم تحریک میکرد و هم توجیه میکرد، اساساً معنای مستضعف رو تغییر داد برای اینکه بسیجی ها رو توجیه بکنه، برای اینکه شلیک بکنن به سمت فقرا و مستضعفین جامعه. این واقعاً شگفت انگیز بود که بعد از 40 سال در جمهوری اسلامی مستضعف از
کوخ نشین به کاخ نشین تبدیل بشه. آقای خامنه‌ای امروز گفتن که منظور از مستضعف این معنای نیست که مستلح شده، یعنی فقرا و اقشار کم درآمد و ضعفا، بلکه رهبران بالقوه جهانن که اینها، یعنی اشاره به خودشون و به هر حال کسانی که داعیه تمدن سازی و رهبری جهان و مدیریت جهان رو دارن. یعنی شما شلیک بکنید به مستضعفین، اشکالی نداره، اینا مستضعف نیستن. ما مستضعفش رو برای بسیج مستضعفین امروز آقای خامنه‌ای تغییر داد معناش رو، و ما فراموش نکردیم که این نسخه ایست که فعلا حکومت ایران برای خیابان‌های عراق هم داره تجویز میکنه و بخشی از مجریانش هم کسانی هستن که در سوریه خیابان به خیابان همین نسخه رو پیچیدن. آقای جوادی حصار، در کنار توصیفات آقای علیجانی میبینیم که در صدا و سیمای دولتی در ایران فردی رو میارن تحت عنوان یک کارشناس دینی و مفسر قرآن در شبکه اول تلویزیون که خواستار برخورد خشن با معترضان میشه و با اشاره به آیات قرآن میگه که مجازاتی از جمله قطع دست و پا، تبعید به وسط دریا و زجر کش کردن در ملأ عام باید در قبال این دستگیر شدگان اعمال بشه. فکر میکنید که با چه سیاستی چنین افرادی میان در تلویزیون سراسری ایران چنین حرفهایی میزنن؟ این هیچ معنا و مصداقی ندارد جز توجیه خشونت و ترویج خشونت. این قرائت از دین و ترویج اندیشه دینی همون قرائتی است که طالبان دارن و همون قرائتی است که داعشی ها داشتن. اگر جمهوری اسلامی با قرائت داعش و طالبان مخالفه، این تبلیغ رفتار داعشی و طالبانی است. اینکه همه رو از منظر خودمون ببینیم و اگر خلاف نظر ما عمل کردن اونها رو مصداق این آیه ببینیم که اینا که بیشتر هم به منافقین برمیگرده در قرآن در صدر اسلام، ولی به هر جهت الگوی نمونه و زنده در تاریخ تشیع حکومت 5 ساله امیرالمومنینه. امام علی در 5 سال حکومتش کجا به این آیات استناد کرده؟ حتی کسانی که در برابر علی شمشیر کشیدن، اینا رو از حقوق بیت المال محروم نمیکنه، اینا رو بهشون آزادی میده تو جامعه خودشون زندگی بکنن. کجا یک نفر رو امام علی به خاطری که متهم بود به اینکه خلاف نظر امام علی داره و یا اصلا به مقابله امام علی بلند شده، تا شمشیر برنداشتن و روبروش نایستادن، در حتی در جنگ اکراه داشت که به سمت اونا حمله بکنه. ولی این چیزهاییست که خود این علما به ما گفتن و ما شنیدیم از قولشون. حتی امام علی به فرزندش امام حسن میگه اگه قاتل من زنده موندم خودم در موردش تصمیم میگیرم، ولی اگر مردم یه ضربه زدم یه ضربه بزنید بهش. ببینید اینجوری جامعه رو به خشونت کشوندن، دو قطبی کردن، جوانها رو در برابر هم قرار دادن، جامعه رو احساسی کردن و از منطق رفتار و از مدنیت به دور داشتن، به نظر من جاده رو هموار کردن برای آدمهای بیمنطقه، چون منطق وقتی جواب نداد از زور باید استفاده کرد. آقای علی جانی، محمود صادقی نماینده مجلس امروز در توییتی اعلام کرد که با توجه به بعضی گزارش‌های نگران کننده درباره احتمال مشارکت برخی عناصر که در پرانتز گذاشته شاید خودسر در حمله و تخریب اماکن عمومی، از وزارت اطلاعات خواسته که موضوع رو بررسی کنه. چقدر فکر می‌کنید که اگر اساساً اینطوری که آقای از توییت آقای صادقی برمیاد کار برخی از عناصر به گفته ایشون بوده، میشه انتظار داشت که اصلاً نهادهای زیرفت یا وزارت اطلاعات بررسی بکنند این حملات رو؟ دو نوع پرونده در ساخت قدرت در ایران هیچگاه به نتیجه نمیرسه. یکی پرونده‌هایی که به حقوق بشر ربط داره، از قتل‌های زنجیری، اعدام‌های 67، حتی اسید پاشی به زنان در اصفهان، و یکی پرونده دزدی‌ها و اختلاس‌های کلان. این هم از همون نوع هست. آقای روحانی که مردم رو تهدید می‌کرد به دوربین‌های مدار بسته‌ای که در سر هر چهارراهی در ایران هست، بسیار ساده است فهم این که به کجاها داره حمله میشه. آقای محمودیان صریحاً ریسک می‌کنه و به هر حال می نویسه که فردی با صورت بسته درون یه داروخونه بمب آتش‌زا میندازه، مردم میگیرنش و چهرهشو باز میکنن و میبینن. خب یکی از مسئولین شبه نظامی، اینجا سریع‌تر بگیم، بچه‌های بسیج محله، یکی از افراد ارشد بسیجه،
من نمیگم همه این خرابکاری ها رو اونا کردن، بخش مهمیش رو ولی اونا کردن، اونها امنیت کافی داشتن. ممکنه بخشیش هم خوب جوانهایی که هیجان زده هستن و وقتی ساعت‌های اولیه و روزهای اول که هنوز اعتراضات آروم بود و با چوب و چماق به جونشون نیفتاده بودن و شلیک مستقیم نکرده بودن، خب اعتراضات جنبه تخریبیش بسیار کم بود. در همه جای دنیا وقتی که اعتراض جنبه معیشتی داره یه درصدی تخریب درش هست. حکومت‌ها و جامعه شناسانی که به حکومت‌ها کمک می‌کنن سعی می‌کنن مدارا بکنن. من فکر می‌کنم اتاق فکرهای چه در وزارت اطلاعات چه در اطلاعات سپاه که هر دو کارشناسای دستگاه حاکم هستن و مخالف افزایش قیمت بودن، حالا بیان این اعتراضات رو جنبندی بکنن و دستورالعملش رو به آقای خامنه‌ای بدن. این نشون میده که مردم ناراضی هر بار که به میدان میان شدیدتر و وسیع‌تر اعتراض میکنن. من فکر میکنم تصمیم نهایی رو الان آقای خامنه‌ای باید بگیره که میخواهد به این رویه مردم کشی و دشمنی با مردم ادامه بده یا اصلاح سیاست میکنه. توپ خشونت هم در زمین قدرت. بسیار خوب آقای جوادی اظهار، خیلی کوتاه ابتدای گفتگومون شما عذرخواهی کردید از اینکه از مردم دعوت کردید که از آقای روحانی حمایت بکنن. چند ماه دیگه انتخابات مجلس برگزار میشه، آیا دعوت خواهید کرد از مردم که پای صندوق برن؟ یه ضرب المثل معروفی است که میگه من جرب المجرب حلت به الندامه. ما اگر این تجربه‌ای که از این جنس است بخوایم تکرار بکنیم، نتیجه جز پشیمانی برای ما نخواهد داشت. اما اون طرف ماجرا را هم باید ببینیم. تلاش‌های فراوانی داره صورت می‌گیره در جامعه ایران که مردم سالاری و دموکراسی همین نیمبندی هم که تو جامعه ما هست رو به انزوا ببرن و مردم رو از مداخله مستقیم در تعیین سرنوشت ناامید کنن. من به شدت نگران این بخش قضیه هم هستم که تلاش‌های زیادی داره صورت میگیره که به مردم بگن مجلس هیچ اثری نداره، انتخابات ریاست جمهوری هیچ فایده‌ای نداره، تمام قوا در کشور جایگاه خودشون رو از دست دادن و نمیتونن منشأ اثر باشن و بنابراین همین دموکراسی نیمبندی که داریم که مجلس هم بخواد گاهی وقتی فعالیت بکنه مورد اعتراض قرار میگیره. پس با این اوصاف شما به عنوان یک ناظر سیاسی دعوت خواهید کرد که مردم دوباره رأی بدن؟ باید تو شرایط نگاه کنیم ببینیم اگه شرایط مساعدی بود حتما دعوت میکنیم، اگر هم شرایط مساعد نبود خب تصمیم دیگه ای خواهیم گرفت. متشکرم از هر دوی شما، رضا علیجانی و محمد صادق جوادی حصار، ممنون که با ما بودید. از حمله به تجمعات دانشجویی در دهه 70 شمسی تا سرکوب اعتراض‌ها به گرانی بنزین در دو دهه می‌گذرد، اما یا خواستگاه اجتماعی اقتصادی معترضان همان است؟ خواسته‌هایشان چطور؟ آیا در این 20 سال تغییری کرده؟ پرهام قبادی نگاهی کرده به طبقه اجتماعی معترضان و مطالباتشان در 20 سال اخیر. بیست سال اعتراض از حمله به کوی دانشگاه تهران در 18 تیر 1378 تا اعتراض‌های سراسری به گرانی بنزین در آبان 98. در این دو دهه لحن شعار معترضان به شدت تندتر شده، از امید برای اصلاح ساختار به سرخوردگی از هر دو جناح تا عبور از حکومت رسیده. اما وعده‌های حکومت در جهت عکس مطالبات مردم حرکت کرده، از دموکراسی خواهی به رفع حصر و حالا تأمین معیشت رسیده. تیر 78 دانشجویان که معمولا مترقی‌تر و پیشروتر از عموم جامعه هستند چند روز تظاهرات کردند. در جنبش سبز عموما قشر متوسط شهری بودند، اما در اعتراض‌های دی 96 و آبان 98 تهی‌دستان به خیابان‌ها آمدند. مطالبات هم دستخوش تغییر شده. در 18 تیر و جنبش سبز معترضان در پی گشایش سیاسی و اجتماعی بودند، اما در دو سال اخیر تظاهر کنندگان به وضع بد معیشتی و استبداد سیاسی اعتراض دارند. آصف بیاد، جامعه شناس ایرانی، پس از اعتراضات دی 96 درباره تهی‌دستان شهری در مجله آمریکایی آتلانتیک اینطور نوشت: چیزی متناقض درباره این طبقه وجود دارد. آنها مدارج دانشگاهی دارند، از شبکه‌های اجتماعی به خوبی سر در می‌آورند، از اوضاع جهان شناخت دارند و رویای یک زندگی طبقه متوسطی را دارند، اما اهمیت اقتصادی آنها را به سمت زندگی فرودستان سنتی در محلات فقیرنشین حاشیه شهر و مشاغل بی‌ثبات و دونپایه سوق داده.
مثل راننده تاکسی، میوه فروشی، فروشندگی خیابانی یا شاگرد مغازه. اعضای این طبقه به آنچه جهان برای ارائه دارد بسیار آگاهند و دردمندانه میدانند که از آن محرومند. گستردگی تظاهرات هم تغییر کرده. در 18 تیر دانشجویان در تهران تظاهرات کردند. دانشجویان تبریز هم حمایت کردند. در جنبش سبز هم تظاهرات عمدتاً در تهران و چند مرکز استان مثل شیراز و اصفهان بود. اما در دی 96 دست کم 100 شهر کوچک و بزرگ ناآرام شد و آبان 98 معترضان در 27 استان از 31 استان ایران به خیابان‌ها آمدند. تیر سال 78 دانشجویان دانشگاه تهران به توقیف سلام یک روزنامه اصلاح طلب اعتراض کردند. تجمع دانشجویان با حمله نیروی انتظامی و به ویژه لباس شخصی ها روبرو شد. دست کم یک نفر کشته شد و یک نفر هنوز مفقود است. در آن سالها دانشجویان دانشگاه تهران معمولاً جزو نخبگان جامعه به حساب می آمدند. جوانانی از نقاط مختلف کشور و از طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی، اما با مطالبات مدنی و دموکراسی خواهانه. اعتراض آنها موفق نشد قشر محروم و حتی شاید قشر متوسط را همراه خود کند. اگه برگردیم به سال 88 یا قبل‌تر از اون و فضای ایدئولوژیک حاکم بر اون دوران رو مرور کنیم، می‌بینیم که مسائلی مثل همین تضاد طبقاتی، مسئله عدالت اجتماعی، مسئله نابرابری زیر خروارها گفتار در مورد حقوق شهروندی، جامعه مدنی، خب اونها هم مسائل مهمی هستن، گم شده بود و اصولاً مسائلی که مشخصاً در واقع مربوط به طبقات فرودست میشد در دستور کار نیروهای سیاسی وجود نداشت. ده سال بعد معترضان در اعتراض به نتایج انتخابات 88 دوباره به خیابان‌ها آمدند. ابتدا تظاهرات سکوت برگزار کردند و با تشدید سرکوب‌ها اعتراضات خشن‌تر شد. ده‌ها نفر به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. جنبش سه چهره شاخص داشت که حالا هر سه حدود یک دهه است که در حبس خانگی به سر میبرند. قشر متوسط با امید گشایش های سیاسی و اجتماعی پای صندوق رأی رفته بود. حالا سرخورده بود. قشر تهیدست اما همراه اعتراض نشد و کانون اعتراضات تهران و چند شهر بزرگ بود. 88 من به نظرم بدون یه جور محصول اون سالهای خفقان و سالهای واقعا خفه کننده و خفقان آور دوران احمدی نژاد بود. هشت سال بعد اما شعله اعتراضاتی بی سابقه زبانه کشید با شعارهای علیه گرانی، اختلاس و رهبر ایران. برخلاف اعتراضات پیشین، این بار شهرهای کوچک و گاه دور افتاده شاهد شدیدترین درگیری ها با نیروهای امنیتی بودند. اعتراض‌های خودجوش و بدون رهبر که مسئولان را غافلگیر کرد. 96 به یه مشخصاً یه جوری محصول سالها سیاست‌های نئولیبرالی بود که خب در واقع زیر سایه تحریم‌ها یک شدت و بار اونها به یک معنا بیشتر شده بود و خب این سیاست‌های نئولیبرال از زمان هاشمی رفسنجانی در دستور کار دولت‌های جمهوری اسلامی بود و همه دولت‌ها چه اصولگرا چه اصلاح طلب در واقع اون سیاست‌ها رو مطابق با توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول پیاده کردند و پیش بردند. منظور آقای کیانپور از سیاست‌های نولیبرالی سیاست‌های بازار آزاد است که طرفدار خصوصی سازی، مقررات زدایی، از بین بردن اتحادیه‌های صنفی و کارگری، کاهش مالیات برای ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ برای ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری، برداشتن هر گونه یارانه، قطع کمک‌های معیشتی دولت به مردم که مخالف بیمه‌های درمانی و اجتماعی و تحصیل رایگان است. سیاست‌هایی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورها برای دادن وام توصیه می‌کنند. گسترده‌ترین اعتراضات در 4 دهه عمر جمهوری اسلامی و شدیدترین سرکوب تظاهرات با بیشترین تعداد کشته در خاموشی مطلق دیجیتال. گران شدن یک شبه بنزین کبریت به انبار خشم معترضان انداخت. آقای کیانپور میگوید اینکه بگوییم طبقه متوسط راهپیمایی سکوت برگزار میکند و فرودستان در اعتراضاتشان به خشونت متوسل میشوند تحلیل درستی نیست. بسیار از کسایی که در سال 88 در خیابون بودند، امسال هم در واقع در اعتراضات اخیر یا در دیما هم به خیابان اومدن، از این جهت که در اون حد فاصله سال 88 تا در واقع دیماه 96 خیلی چیزا تغییر کرد. بسیار از کسایی که به اصطلاح جزء طبقه
متوسط تعریف میشن تحت فشار در واقع تحریم ها و سیاست های پولی و مجموعه سیاست های نئولیبرال جمهوری اسلامی دچار بحران معیشتی شدن و از این بابت ما با این پدیده با یک جور پدیده فقیر شدن طبقه متوسط روبرو هستیم. حکومت ایران میگوید بساط به زعم آنها اختشاشات را جمع کرده، اما واقعیت این است که فاصله بروز اعتراضها کوتاه‌تر، خشم معترضان بیشتر و درگیری‌ها و سرکوب‌ها خونبارتر شده. پرهام قبادی، BBC. جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی از تهران روی خط تلفن با ماست. آقای پژویان، آیا شما هم این گسست طبقاتی رو در اعتراضات 88 و 98 میبینید؟ ببینید، نه به این صورت. مسئله اینجاست که ببینید بعضی سیاست ها از نظر اقتصادی بدون توجه به زمان و مکان درست هستند، من جمله اصلاح قیمت‌های نسبی و افزایش قیمت‌های انرژی در ایران که از قبل هم مورد بحث بوده، یک بخشش انجام شده و انجام اون باعث یک سری بینه شدن تخصیص منابع در تولید و مصرف میشه، اما زمان اجرای اون نکته ایست که مهم است. ما در زمانی که درست بعد از برجام تحریم ها برداشته شد، گشایش هایی در اقتصاد ایران به وجود اومد، میتونستیم این سیاست رو اجرا کنیم، نه در زمانی که بالاترین فشارهای تحریمی به اقتصاد ایران و قطعا متوجه مردم و به خصوص گروه های کم درآمد و متوسط شده بود. این زمانی نبود برای اشرایم، در نتیجه این یک جرقه بود، فقط افزایش قیمت بنزین یک جرقه بود برای اینکه عدم رضایت تمام مردم متوسط و فقیر رو بر علیه این سیاست، بر علیه شرایطی که در زندگی داشتن برانگیخته. اما آقای پژویان، وقتی که نگاه میکنیم به گستره جغرافیایی اعتراضات، فرضاً از در واقع مرکز تهران تا شمال تهران، دیدیم که اعتراضات آنچنان به چشم نمی اومد و به گفته بسیاری از مسئولان بیشتر مناطق حاشیه نشین بودند و افراد کم درآمد و کم تحصیل که در این اعتراضات شرکت داشتند. قطعاً شما باید این رو انتظار داشته باشید. هیچ وقت گروه های پردرآمد و ثروتمند در این جور موارد معترض ممکنه معترض باشند، ولی اونها بسیار دارن که از دست بدن تا اعتراضشون نشون بدن. این افراد فقیر و متوسط فقیر هستند که تقریبا چیزی ندارن که از دست بدن و معترضند به خاطر اثراتی که بعضی سیاست‌های اقتصادی بر اونها داره. آقای پژویان، در سال‌های گذشته شاهد کوچکتر شدن سفره بسیاری از افراد طبقه متوسط هستیم و می‌دونیم که فشارهای اقتصادی به اونها بسیار زیاده. اما هستن جامعه شناسانی که معتقدند علت اینکه اونها به این اعتراضات نپیوستند اینه که هرچند از نظر مالی شاید به قشر کم درآمد نزدیک‌تر شدند، اما از نظر فکری کماکان طبقه متوسط محسوب می‌شوند و حاضر نیستند وارد اعتراضات اینچنینی بشن در مقابل با حکومت. فکر میکنید که این گسست تا کی ممکن ادامه داشته باشه؟ یعنی فکر میکنید که این گروه طبقه متوسط فکری ممکنه در مقطعی بپیونده به گروه کم درآمد؟ ببینید، ما بهتر است که فقط مسئله فکری رو در نظر نگیریم. اون چی که هست این است که
اعتراضات ریشه در مسائل اقتصادی داشته و داره، یعنی اونهایی که بیشتر آسیب پذیرند و آسیب میبینند و آسیب دیدند بیشتر معترضند، چون اونها بیشتر از دست میدند نسبت به اونهایی که کمتر و کمتر آسیب پذیر هستند. در اینجا مسئله نیست که یک مجموعه احزاب و دیدگاه های فقط خالص سیاسی باشه که بخواد گروه بندی هایی رو انجام بده. این اصولا و در اصل یک سری مسائل اقتصادی و صدمات اقتصادی است که به وارد میشه به مردم. بله آقای پژویان، به گفته سازمان بهزیستی ایران 19 میلیون نفر در ایران حاشیه نشینند و در حدود 3000 منطقه حاشیه‌ای در کشور دارند زندگی می‌کنند. مقام‌ها میگن که طرح افزایش قیمت بنزین هدفش کمک کردن به این گونه افراد. آیا شما به عنوان یک اقتصاددان فکر می‌کنید که در ماه‌ها و سال‌های آینده این طرح دولت ممکنه به این 19 میلیون کمک کنه در واقع؟ ببینید، یه نکته مهمه، ما ممکنه یک سری اطلاعات و آمار از حاشیه نشین ها داشته باشیم، ولی این به این معنا نیست که ما دقیقا اطلاع از گروه متوسط پایین و فقرا داشته باشیم. این شناسایی در اقتصاد ایران کاملا غیر ممکن هستش، یعنی این که ما فکر بکنیم که بتوانیم به گروه های کم درآمد و فقیر به طور خیلی مشخص و هدفمند کمک بکنیم ناممکنه. اونها هم در طی دوران بسیار طولانی زندگیشون این رو درک کردند و متوجه شدند که مورد هدف آنچه که به صورت مشخص و هدفمند باشه قرار نمی گیرند، پس معترض هستند. اگر ما بخوایم حمایت بکنیم، این حمایت نیازمند یک تشکیلات بسیار پیشرفته تأمین اجتماعی است که ما فاقد اون هستیم. متشکرم از جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی. نرخ ارز بعد از نوسان محدود در نیمه اول امسال در روزهای اخیر و پیرو اعتراضات سراسری قدری بالا رفت. اینکه بازار ارز و طلا چرا طی بهار و تابستان گذشته نسبت به بقایای سیاسی واکنش مهمی نداشتند و عملکرد بازارهای دارایی در نیمه نخست امسال چه چشم‌اندازی برای نیمه دوم سال خواهد داشت، پرسش‌هایی است که شیدا هوشمندی در گزارشش به بررسی آن پرداخته. بازارهای مالی در نیمه نخست امسال روندی متفاوت با پارسال داشتند و مهمترین تفاوت را میتوان در بازار ارز دید. نرخ ارز نسبت به دیگر بازارهای دارایی بیشترین افت قیمت را طی 6 ماهه نخست سال 98 داشته. دلار که معاملات سال 98 را با نرخ بالای 13 هزار تومان آغاز کرد، اواسط اردیبهشت با بالا گرفتن تنش‌های سیاسی بین ایران و آمریکا از مرز 15 هزار تومان هم عبور کرد. اما پس از آن سیر نزولی داشته. دلار از این نقطه به بعد نسبت به خبرهای سیاسی مانند توقیف نفتکش در خلیج فارس و حمله به آرامکو عمدتاً بی‌تفاوت بوده و تقریباً در محدوده 11 هزار تومان به ثبات رسیده. این در حالی است که تجربه‌های قبلی از تحریم‌ها از حساسیت بالای دلار نسبت به تنش‌های سیاسی حکایت داشت. شماری از کارشناسان معتقدند بانک مرکزی برای مهار نوسان نرخ ارز در رویدادهای سیاسی آمادگی تازه‌ای پیدا کرده. حالا بانک مرکزی بیشتر از آن که غافلگیرانه در موضع واکنش باشد، با دخالت‌هایی که پیشتر کمتر سابقه داشته، کنشگر بازار شده.
بیشتر تجار و واردکنندگان در ماه‌های اخیر ارز مورد نیازشان را از بازار دوم ارز به طور حواله تامین کردند. آنهایی هم که برای سفته‌بازی به بازار اسکناس می‌آیند، در ماه‌های گذشته نتوانستند سود قابل توجهی به دست آورند. چون قبل از آن که چرخه سفته‌بازی به راه بیفتد، بانک مرکزی از طریق صرافی‌های معتمد خود وارد بازار می‌شود و عرضه و تقاضا را مدیریت می‌کند. اگر بانک مرکزی بخواهد به این سیاست ادامه بدهد، به منابع نیاز دارد. با توجه به اینکه تحریم‌ها دسترسی بانک مرکزی را به منابع محدود و غیر قابل برنامه‌ریزی کرده، باعث شده برخی آرامش فعلی بازار را موقتی بدانند. کما اینکه افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند. از سوی دیگر متغیر دیگری که بر روند آینده نرخ ارز تاثیر دارد، نرخ سود سپرده‌های بانکی است. برخی گمانه‌زنی‌ها از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی طی ماه‌های آینده حکایت دارند. اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، احتمال اینکه برخی از سپرده‌ها به سمت بازار ارز جاری شوند وجود خواهد داشت و تقاضای تازه می‌تواند نرخ ارز را بالا ببرد. برخی هم معتقدند کسری منابع ارزی دولت در ماه‌های پایانی سال خود را نشان می‌دهد و در نیمه دوم سال به احتمال زیاد نرخ دلار به 15,000 تومان نزدیک خواهد شد. طلا از مهمترین بازارهای دارایی در ایران است. غیر از قیمت جهانی طلا، تغییرات بازار ارز هم بر این بازار تأثیر دارد. در نیمه نخست سال جاری قیمت هر سکه بهار آزادی بیش از 4.5 میلیون بوده. اما با افت نزدیک به 10% در پایان شهریور ماه امسال به 4 میلیون تومان نزدیک شده. پیشبینی می شود که در ماه‌های پیش رو، همزمان که قیمت جهانی طلا بر روی قیمت اثر می‌گذارد، نرخ ارز هم در تعیین قیمت طلا اثرگذار باشد. بازار سهام طی 6 ماهه نخست سال جاری با رشد 69% همراه بوده. شاخص کل بورس در ابتدای سال جاری در سطح 179 هزار واحد قرار داشت که تا پایان نیم سال اول بیش از 123 هزار واحد افزایش یافت. با وجود بازدهی بالای بازار سهام، دخالت گسترده شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای شبه دولتی در بازار سهام و عدم شفافیت برنامه‌های مالی آنها همچنان ریسک حضور در این بازار را برای سهامداران حقیقی بالا نگه داشته. طی نیمه نخست سال، بورس با فاصله بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری بوده و بازدهی تقریباً 70% داشته. این در حالی است که ارز و سکه با بازدهی‌های منفی پایین‌ترین بازگشت سرمایه را به فعالان این بازارها دادند. با وجود این عملکرد، بسیاری از کارشناسان ادامه دار بودن این شرایط در نیمه دوم سال را تایید نمی‌کنند. شیدا هوشمندی، BBC. 10 روز پس از آغاز قطع اینترنت در ایران، وصل دوباره اینترنت شبکه‌های موبایل در بعضی استان‌های این کشور شروع شده. در روزهای گذشته وزارت ارتباطات و اپراتورهای موبایل گفته بودند اینترنت به دستور شورای امنیت کشور قطع شده و تصمیم‌گیری درباره وصل کردن آن به عهده این شوراست. در همین حال معاون وزارت ارتباطات گفته دولت به دنبال تهیه لایحه‌ای است که قطع اینترنت کشور یا فیلتر کردن هر اپلیکیشنی که بیش از 10 میلیون کاربر دارد منوط به تصویب مجلس باشد. همکارم بهرنگ تاجین در استودیو به ما پیوسته. بهرنگ، چرا دولت چنین لایحه‌ای تهیه کرد؟ به خاطر اینکه نگران ضربه‌ای که قطع اینترنت یا فیلتر شدن اپ‌های پرکاربر به اقتصاد ایران می‌زنه. البته یه نکته مهمی در مورد این لایحه هست، اونم اینه که اگر چنین قانونی بخواد جلوی قوه قضاییه یا نهادهای امنیتی رو بگیره، ممکنه شورای نگهبان باهاش تصویب نکنه. ولی خب حالا خیلی مونده تا به اونجا برسیم. ولی این ضربه‌ای رو که میگیم اینترنت به اقتصادی، قطع اینترنت به اقتصاد ایران میزنه، توی جلسه‌ای که اگه خاطرتون باشه دیروز سه‌شنبه سازمان فناوری اطلاعات ایران با یه سری از کسب و کارهای اینترنتی داشت و قبلش هم در واقع نامه فراخوانش در اومده بود و اون نامه هم جنجالی شده بود، این ضربه رو تو اون جلسه خیلی خوب
توضیح دادن، جلسه ای که یه سری ویدیوهایی از تیکه هایش امروز در شبکه های اجتماعی منتشر شد. گوشه هایی از این جلسه رو با هم ببینیم. راجع به کاهش 51.5% یعنی ما روزانه فقط و فقط از محل تراکنش های اینترنتی 293 میلیارد کاهش داشتیم. اگر هزینه تراکنش های مستقیم رو 10% کل هزینه ها در نظر بگیریم، در روز 2500 میلیارد ما کاهش به حوزه آیتی بوده. این نکته ای رو بگم، در میزان آسیب کسب و کارهای کوچک و بزرگ هم قابل مقایسه نیست. ما بزرگ هامون خیلی تحت تاثیر قرار نگرفت، ولی یک کسب کوچک خانگی که مثلا میمد از زرین پال استفاده میگرده برای فیجی، طبق آمار ما 1/20 شده، یعنی 5% رسیده از اون عدد خطر. ما از کسب و کارها هم آماری که گرفتیم برای کسب و کارهای بزرگتر، میزان کاهش فروش ها نزدیک مثلا 25-30% بوده، نزدیک 70% برای کسب و کارهای کوچکتر. و اما کسب و کارهای خرد و خانگی که مرجع عمده اونا شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و اینا بوده، اینا طبق آماری که باز از چند تا فینتک ها گرفتیم که نزدیک 200,000 کسب و کار خرد و خانگی داریم که عموما سایت یا سرچ انجین نیستن و کسب و کارهای خانگی هستن، نزدیک تعداد تراکنش ها افت 90% و حجم تراکنش ها افت تا 96-97% داشتیم. منی که میگفتم میشه اینجا کار کرد و درستش بکنیم با تمام شرایطی که همه در جریانشن، امروز به این جنبندی رسیدم که نمیشه اینجا دیگه کار کرد. اما که من نمیدونم فردا چه اتفاقی میفته از همه بیشتر آزاردهنده است. اینکه من نمیدونم فردا باید تو اینترنت سرویس بدم، باید گوگل داشته باشم، نباید داشته باشم، فردا تو اینترنت اصلا هستم، نیستم. تو این یه هفته بجز در واقع امثال ترسی و اینها و بعضی هایی که به بانک بزرگ وصل بودن، کیا تونستن تلفنشو بانکی بزنن؟ ما مجبورشون با کارت به کارت برامون را بندازیم. اما چیزی که داره از همه بیشتر ما رو نگران میکنه، نیروهایی که برای اون آرمان شهری که داریم راجع به صحبت میکنیم وجود نداره. توی همین هفته ما مثلا ماهی یک نفر حد اقل میرفت برای مصاحبه خارج از کشور، توی همین هفته 3 نفر اومد. بهرنگ، تصویر تیره و تاری از تأثیرات اقتصادی قطع اینترنت ارائه میدن. دقیقاً. ببین بذار تکرار کنم، تخمین نظام صنفی رایانه‌ای کشور اینه که روزی 2500 میلیارد تومان فقط به صنعت آیتی ایران ضربه خورده، به معنی اینکه درآمدشون پایین اومده و بیشتر از 200,000 کسب و کار خرد خونگی. اینا خیلی وقتا مثلا یک خانم سرپرست خانواره که یک چیزی در خونه درست میکنه، تو اینستاگرام آگهی میده، اونجا میفروشه، اینها تقریبا 97% درآمدشون اومده پایین. و ببین این چه ضربه‌ای به اقتصاد میزنه. با شنیدن این حرفا میتونیم بفهمیم که چرا آقای ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات میاد اون نامه رو میزنه به دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، میگه لیست بدین از سایت‌های خارجی که برای کارتون لازمه، هر چند که ازش انتقاد میشه به خاطر اینکه خیلی‌ها میان میگن که شما وقتی این کارو میکنید، یک لیستی تهیه میکنید از سایت‌های ضروری، کار قطع اینترنت یا حداقل تغییر سیستم فیلترینگ از لیست سیاه سایت‌های ممنوعه به لیست سفید سایت‌های مجاز رو در آینده راحت تر میکنین. یعنی مسئله اینه که میشه فهمید که چرا دولت دنبال اینه که یه همچین لیستی جمع کنه و لیستی که انقدر جنجال ایجاد میکنه، ولی واقعیت داستان اینه که شاید دولت هم احساس میکنه چاره دیگه ای نداره، چون حداقل مقام های وزارت ارتباطات میگن تصمیم قطع اینترنت رو نهادهای امنیتی گرفتن، ربطی به این وزارتخونه نداشته. متشکرم بهرنگ تارشین در استودیو با من. مرگ یکی از سخت ترین موضوعاتیه که با یک کودک میتوان مطرح کرد، به خصوص وقتی که خودتون دارید تلاش میکنید با این فقدان کنار بیایید. با چه کلامی باید مرگ عزیزان را برای کودکان توضیح بدیم؟ آیا درسته مثلا بگیم بابا بزرگ رفته آسمون یا رفته سفر به یه جای دور؟ نازنین معتمدی تهیه کننده برنامه 37 درجه در این گزارش چند راه حل ارائه میده. طبیعیه که بچه در مورد مرگ کنجکاو باشه. بهترین فرصت برای صحبت در مورد مرگ با بچه‌ها وقتی که اوضاع آرومه و کسی از دنیا نرفته. از این فرصت‌ها استفاده کنید و به بچه‌تون کمک کنید که وقتی یکی فوت کرد راحت‌تر با قضیه کنار بیاد. به
به سوالای بچه‌ها در مورد مرگ جواب بدید. از خوندن کتاب داستان‌هایی که به موضوع مرگ اشاره می‌کنن نترسید. مرگ اطرافیان رو از بچه‌ها مخفی نکنید. بهشون دروغ نگید. نگید مثلا بابا بزرگ رفته آسمون یا رفته سفر رو برمیگرده. مامان جون بشین، میخوام یه خبر ناراحت کننده بهت بدم. متاسفانه بابا بزرگ امروز مرد. میدونی که چند وقت بود مریض بود. بابا بزرگ خیلی پیر بود. وقتی بدن آدم خیلی خیلی پیر میشه دیگه مثل قبل کار نمیکنه و کم کم از کار میفته. بابا بزرگ دیگه نمیتونه بشینه، بخوابه، غذا بخوره، بدوه، اما از اون ور هیچ دردی هم احساس نمیکنه. بهترین راه توضیح مرگ برای کودکایی که سنشون پایینه اینه که بگین وقتی یه نفری میمیره عملکرد طبیعی بدنش متوقف میشه. لازم نیست وارد توضیحات پیچیده راجع به یه بیماری خاص بشید. سوگواری برای کنار اومدن با غم از دست دادن و فقدان خیلی مهمه. ولی حواستون باشه که شیون نکنید و زجه نزنید که بچه‌تون وحشت کنه. از اون برم لازم نیست تظاهر کنید که همه چی خوبه و شاد و خوشحالید. خیلی راحت به بچه توضیح بدید. مامان جون، من خیلی ناراحتم و بزرگترام نیاز دارن گاهی گریه کنن. دلم خیلی برای بابا بزرگ تنگ شده. بچه‌های کوچیک با تیزبینی تمام شما رو زیر نظر دارن. اگه احساس کنن که اتفاقی افتاده و شما ناراحتین و دارین ازشون مخفی میکنین به شدت نگران میشن. ما بزرگترا معمولا برای رعایت ادب از عبارتهای استفاده میکنیم، مثل اینکه فلانی فوت کرد، از دنیا رفت، درگذشت، به رحمت ایزدی پیوست یا به خواب ابدی رفت. این عبارتها برای بچهای کوچیک گمراه کننده و گیج کننده است. خیلی ساده به بچه بگین بابا بزرگ مرده. ممکنه برای شما ناخوشایند باشه ولی حداقل برای بچه شما قابل درکه. اگه یکی از بستگانتون فوت کرد، سعی کنید تا حد امکان روتین و برنامه روزانه زندگی بچه‌تون رو تغییر ندین. همین روزمرگیه که به بچه حس امنیت میده. بچه باید سر وقت بخوابه، سر وقت بیدار شه و سر وقت غذا بخوره. اگر بچه عضو تیم ورزشیه یا هر فعالیت گروهی دیگه ای که داره، سعی کنید مثل قبل ببریدش تا بتونه اون کلاس‌ها رو شرکت کنه. نسخه کامل این گزارش و مصاحبه مفصل با یک فوق تخصص روانپزشکی کودک رو بلافاصله بعد از 60 دقیقه در برنامه 37 درجه میتونید ببینید. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. ممنون از همتون.